سلام به همگی، خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگه از مجموع برنامه های رنگین کمان ایرانی در ایران وایر. من شایا گلدوست هستم، زن ترنس و کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی، و خیلی خوشحالم که امروز هم مثل هر دوشنبه با هم هستیم تا در مورد یکی از مسائل و موضوعات مربوط به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی با هم دیگه صحبت کنیم. مهمان من در برنامه امروز مهنوش احمدی هست، روانشناس و مشاور، و قرار راجع به حقوق مراجعه کننده و مشاور در جلسات روانشناسی با هم دیگه صحبت کنیم و به این موضوع بپردازیم که بچه های رنگین کمانی وقتی مراجعه می کنند به مشاور چه حقوقی دارند و مشاور چه نکاتی رو باید در مواجهه با مراجع رنگین کمانی رعایت بکنه و بچه ها به این حقوقشون آشنا باشن و به روانشناس آگاه مراجعه بکنن. من مهنوش عزیز اگر با ما هست دعوتش میکنم به برنامه و با هم دیگه بحث رو آغاز میکنیم. هست اینجا با ما مهنوش جان؟ سلام. سلام شایع جان، حالت چطوره؟ عزیزم خوبم، تو چطوری؟ مرسی، تام خوبی؟ خیلی عالی. سلام به همگی. مهنوش مرسی، مثل همیشه با آغوش باز دعوت منو قبول کردی، همراه شدی که به من کمک کنی تو این بحث خیلی مهم. میدونم شلوغ هم هستی، وقت کمی داری، ولی ممنونم. در شروع برنامه اگر صحبتی داری میشنویم، بعد میریم سر موضوع برنامه. سلام میکنم به همه بینندگانی که شرکت کردن تو این لایف. خب امروز مثل اینکه قرار هست راجع به در واقع اصول اخلاقی در حرفه مشاوره و سلامت روان صحبت کنیم. مسئله خیلی مهمیه که شاید کمتر در موردش صحبت میشه و چیزیه که مراجعین خیلی خیلی مهمه راجبش بدونن، و خب امیدوارم حالا این کمک کنه. حتما حتما کمک میکنه. مهنوش، خب میدونیم تو خیلی از کشورها، حالا جایی که تو زندگی میکنی من هستم، خب یک سری قوانینی وجود داره و یک سری گایدلاین هایی وجود داره برای اینکه هم مشاور هم مراجع کننده از حقوق خودشون مطلع باشن، و حتی برای اعضای جامعه رنگین کمانی هم گایدلاین های ویژه‌ای وجود داره که مشاورها یک مقدار نکات بسیار مهمتری رو باید در مورد مراجعه کنندگان رنگین کمانیشون رعایت کنن و با اون اصول بپردازند به مسئله سلامت روان یا مشاوره دادن یا روانشناسی کردن. اما قبل اینکه بخوایم بریم به اون نکات اختصاصی در مورد جامعه رنگین کمانی صحبت کنیم، میخوام بپردازیم به این اصول کلی که بین روانشناس، مشاور و مراجعه کننده باید وجود داشته باشه و باید رعایت بشه تا افراد بتونن فضای امن و سالمی داشته باشن در اون اتاق مشاوره. من یه سری اصول کلی است که توی حالا لاقل جهان غرب که علم مشاوره و روانشناسی از اونجا برخواسته، اونجا برحال تدوین شده، و این اصول هومانیستی هن. یعنی اصول اخلاقی نیست. ما مسئول در برابر خدا نیستیم، ما مسئول در برابر مثلا دولت ها نیستیم، مسئولیت ما به انسان هاست، به مراجعینمونه. یعنی اون فرد مرجع اینه که آیا این کاری که من دارم انجام میدم اخلاقی هست یا نه.
اصل اول اصل اختیاره، یعنی اینکه ما این رو باید محترم بشمریم که هر مراجعی اختیار کامل داره به اینکه چجوری میخواد پیش ببره مشاوره رو. ما مسلما یک سری روش ها و تکنیک ها رو بهشون اشاره میکنیم، گزینه هایی که دارن، در طول مشاوره دائما داریم بهشون میگیم که چه کار داریم میکنیم. در این حال اونها میتونن هر کدوم از این تکنیک ها و هر روشی که داریم پیش میبریم بگن من راحت نیستم یا به هر دلیلی نخوان انجامش بدن. یه مسئله دیگه که توی همین قضیه میگنجه اینه که هر فردی اختیار اینو داره که اطلاعات شخصیش جایی که نمیخواد منتشر نشه، با کسی در واقع شیرش نکنه. و اینجاست که مسئله کانفیدنشیالیتی یا مسئله حفظ اسرار خیلی مهم میشه، چون در واقع مبنای یک ارتباط بر اساس اعتماد بین مشاور و مراجعه هم هست. میخوام یه مثال، نمیدونم حالا بگم که بعضی جا چجوری نقض میشه، به خصوص در حتما جامعه حتما دیجیتال. کلیتش رو بگیم بعد بریم روی جامعه LGBT، ولی اگه مثال کلی داری حتما بزن برامون. حتما حالا مثلا یه مثال کوچیک که بزنم، بعضی از مشاورین فکر میکنن که کاملا اوکیه که گرایش و هویت جنسیتی مراجعشون رو که حالا نوجوون هم هست یا هر چیزی برن به پدر مادرشون بگن. خب این مسئله است، هم رابطه مشاور و در واقع مراجعه رو به هم میزنه، هم اون رو با انواع خشونت ها و خطرهای مختلف مواجه میکنه. یه اصل دیگه فایده رسوندنه. شما احساس میکنین که تو این ارتباطی که با مراجعتون دارین میتونین بهش کمک بکنین. تا زمانی که این حس رو دارین و میدونین که میتونین کمکش کنین، این رابطه باید در واقع ادامه پیدا کنه. به محض اینکه میبینین نه، در واقع پیشرفت حاصل نمیشه، درست مراجعه ممکنه کلی هم پول به شما بده هر جلسه که میاد و اصلا بخواد هم ادامه بده، ولی به محض اینکه شما احساس کنین نه، شاید کار شما نیست یا شاید باید بدین به ریفر کنین یا ارجاع بدین به یک فرد متخصص دیگه، اونجا هست که دیگه باید قطع بکنین ارتباطو. عدم آسیب اصل دیگه است، خیلی خیلی مهمه. اینم در مورد بچه های LGBT تو ایران متاسفانه نقض میشه و اون اینه که انواع تکنیک هایی استفاده میشه برای تغییر گرایش افراد، به بهش اصطلاح میگن درمان. اصلاح. آره. و خب که اینکه آسیب های شدید به بچه ها میزنه، از اعتماد به نفسشون گرفته تا سلامت روانشون، باعث افسردگیشون میشه، انگزایتی، استراب و هزار و یک داستان که میتونیم بیشتر واردش بشیم. درسته. اصل دیگه تعهد به رابطه کاری و تخصصیه، یعنی یه چارچوبی داره رابطه مشابه و مراجع که اون چارچوب باید حفظ بشه، چون یک رابطه تخصصی. به محض اینکه این رابطه از حالت تخصصی و در بیاد و شکل دیگه به خودش بگیره، یا کنار این رابطه بخواد رابطه حالا اقتصادی دیگه باشه یا رابطه مثلا کاری عاطفی باشه، حتی عاطفی جنسی، بس به شدت میتونه آسیب بزنه به مراجعه و میتونه کلن همه اون چیز رو زیر سوال ببره، روند مشاوره رو زیر سوال روند مشاوره رو دقیقا. خب ما میبینیم که توی متاسفانه حالا هست، اتفاق میفته، سوء استفاده های جنسی هست، نمیدونم، و مسائل دیگه. یکی اصل دیگه عدالت هست. عدالت یعنی اینکه یک مشاور باید با همه مراجعینش به یک حد در واقع منفعت برسونه، با همشون در واقع نهایت سعیش رو بکنه که بهشون کمک بکنه. حالا ممکنه دقیقا یک جور رفتار نکنه، ولی
در واقع باید سعی بکنه که عدالت رو اینجوری نباشه که مراجعه ال جی بی تیش بگه که نه مثلا شما رو قبول ندارم، وارد آفیس من نشو، و بعد مراجعین دیگهش ولی بتونن از خدماتش استفاده بکنن، یا اینکه بدون اینکه اطلاعات کافی در مورد مسائل ال جی بی تی داشته باشه وارد یه رابطه کاری با مراجعین بشه و بخواد آسیب بزنه بهشون، دارو بده یا غیره. یا حتی راهنمایی اشتباه بکنه، مسیر خودشناسی اون فرد رو به اشتباه تغییر بده و کمکی که نمیکنه ممکنه بهش ضرر هم برسونه. دقیقا. و ما میبینیم دیگه پیشنهاد به این که رابطه با مثلا فرض کن یک فردی هم جنس گراست، پیشنهاد میده که از پارتنرش جدا بشه، پیشنهاد میده از شبکه های اجتماعیش بیاد بیرون، نگاه نکنه، نخونه، راجب این چیزا اطلاعات پیدا نکنه، ازدواج پیشنهاد کنه. میده ازدواج کنه و بعد اصلا وارد یک مسیر بسیار من خودم این تجربه رو داشتم زمانی که هنوز خودم رو اصلا به عنوان یه ترنس هویت یابی نمی کردم، تو مراجعه به یک روانشناسی که حتی در دانشگاه هم تدریس می کرد و فکر می کنم اصلا ایشون هم هیچ آشنایی با مسائل جنسی و جنسیتی نداشت اون زمان. حالا چیزی که در من میدید تنها مثلا تمایل و گرایش من به همجنسم بود. من مرد هویت یابی میشدم در جامعه و خب حالا تمایل و گرایش عاطفی به جنسی به مردان داشتم و ایشون نظرش این بود که شاید چون اولین تجربه تو از رابطه عاطفی و جنسی این بوده، تو دچار این وضعیت شدی و باید تجربه کنی با یک دختر و دوست دختر داشته باشی و رابطه جنسی و عاطفی با دختر تجربه کنی و حتما این حالت ها از بین میره. و همون موقع با اینکه خودم هم خیلی چیز زیادی نمیدونستم، ولی خیلی به نظر من مسخره میومد، چون اگر من میتونستم و این تمایل رو داشتم که اصلا دچار این بحران با خودم نمیشدم و دچار مثلا این سوال نمیشدم که چرا من مثلا فرق میکنم با دیگران و اینا. حتی در مورد اون موضوعی که اشاره کردی به اینکه اسرار شخصی یا اینکه مثلا حتی مسائلی که تو جلسه مشاوره مطرح میشه با اعضای خانواده مثلا به اشتراک گذاشته میشه، من در ایران مثلا شاهد این بودم که مثلا یک فردی به یک مشاوری مراجعه میکرده، بعد مثلا حالا یکی از اقوام هم خاله عمه کسی هم پیش اون مشاوره میرفته، حالا اون فرد فامیل مثلا از روی دلسوزی میپرسیده که مثلا چجوریه وضعیش، چجوریه، چیکار باید بکنه، و مشاور اطلاعات شخصی فرد دیگر رو در اختیارش میذاشته. و خیلی واقعا من فکر میکنم از لحاظ حرفه‌ای و مسئولیت حرفه‌ای که دارن خیلی با در سطح پایینی باشه که اینا همونطور که تو گفتی اینا اصول اولیه و کلیه که مشاورین و روانشناس ها باید رعایت بکنن. مورد دیگه هم مونده، چون همه اینایی که گفتی فکر میکنم در مورد مشاور یا روانشناسه که باید رعایت بکنه. بله بله، همه اینا برای مشاور، برای مراجع هیچ چیزی تعیین نشده در لحاظ اخلاقی. مراجع ممکنه با هر برحال اگر چارچوب اون چیز رو بتونه حفظ بکنه میشه خب باش ادامه داد، ولی به هر دلیل اگه نشه خب با هم صحبت میکنم. پس این مشاور یا روانشناسه که باید آگاه باشه که مراجع در چه وضعیتی قرار داره یا این رابطه مراجع و مشاور داره به کدوم سمت پیش میره، درسته؟ دقیقا. و چون مراجع ببینین به هر حال خیلی از افرادی که مراجعه میکنن به مشاور ممکنه اولین باری باشه که راجع به خصوصی ترین مسائل، عمیق ترین مسائلشون با یک نفر صحبت کردن. هزار چی ممکنه احساس خیلی نزدیکی به این فرد بکنن، ممکنه براشون بشه پدری که هرگز نداشتن که هیچ وقت اون، یا بشه خواهری که یا پارتنری که دوست داشتن داشته باشن. تا یه حدودی توی حالا بعضی از این روش های
مشاوره مثل سایکو داینامیک ازش میشه استفاده کرد برای اینکه در مورد خودش آدم بیشتر بگه او اوکی اینجا چی شد، آیا اینو مثلا این ارتباط ما تو رو یاد رابطه تو و پدرت میندازه، میشه ازش استفاده. ولی یه جایی اگر به یه جایی بکشه که ببینین نمیشه کار کرد و یا اینکه خود فرد، خود مشاور گاهی اوقات ممکنه، حالا نه دقیقا این موارد، ولی یه جور از لحاظ احساسی دچار تنگنایی بشه یا یه مسائل با هم احساس کنه داره قاطی میکنه و این میتونه اون وقت آسیبزا باشه برای مراجع، مراجع، اون وقت که باید قطع کنه. چون یعنی بالاخره اون مشاور یا روانشناس هم یک انسان با تجربه زیسته خودش و شاید اون خودش هم، من فکر میکنم خیلی از روانشناس ها و مشاور ها خودشون هم با یک فرد دیگه مثلا صحبت میکنن، چون بالاخره اون هم یک انسان با یک ظرفیتی. مثلا من که خب خودم مثلا تحصیلات مثلا تو این حوزه ندارم، مشاور یا روانشناس نیستم، ولی خب مثلا تو همین سوشیال مدیا پیام هایی که از بچه ها میگیرم، هم فکری با هم میکنیم، داستان هاشون رو میشنوم، چون تجربه زیسته مشترک دارم، واقعا گاهی نیاز دارم که خودم هم تراپی بگیرم و این هایی که به من منتقل شده رو یک جای تخلیه کنم، چون ناخودآگاه همانندسازی میکنی ناخودآگاه، با اینکه از یک جای به بعد سعی میکنی شنونده باشی و فقط راهنمایی کنی، اما یک جایی هم ممکنه تو رو اونقدر برگردونه به گذشته و به اون تراماهایی که داشتی که تو هم نیاز داشته باشی حرف بزنی، طبیعتا با اون شخصی که داره با تو صحبت میکنه که حرف نمیتونی بزنی، وقتی تو شنونده هستی نمیتونی از درد خودت بگی. اما منوش، در کنار این چیزهایی که اون فرد مشاور دهنده یا روانشناس میبایست حواسش باشه و رعایت بکنه و وظیفه حرفه خودش رو به درستی انجام بده، من فکر میکنم ما هم به عنوان مراجع کننده در انتخاب روانشناس یا مشاورمون باید المانهایی داشته باشیم که انتخاب درستی بکنیم و به مشاور یا روانشناس درست مراجعه کنیم، یا خط قرمزهایی رو برای خودمون یا از لحاظ حرفه‌ای و روانشناسی بهشون آگاه باشیم که اگر در جلسات مشاوره دیدیم که اون خط قرمزها داره نقض میشه بتونیم، و اگر روانشناس این وظیفه حرفه‌ای رو درست انجام نده، ما بتونیم آگاه باشیم که این رابطه، این جلسات سالم نیست و به ما کمکی نمی‌کنه و حالا روانشناسمون یا یادآوری کنیم یا روانشناسمون رو عوض کنیم. در مورد بچه های LGBTQ خب گفتی تعداد روانشناسان و مشاورانی که در ایران این بچه ها میتونن بهشون مراجعه کنن خب خیلی انگشت شماره، واقعا انگشت شماره، و از همون تعداد انگشت شمار هم ما مطمئن نیستیم همشون اون اصولی که باید به طور کلی و به طور خاص برای این قشر رنگین کمانی رعایت بشه رو رعایت میکنن یا نه. اول میخوام به این نکات تخصصی اشاره کنی که برای مراجع رنگین کمانی، مشاور یا روانشناس باید چه نکاتی رو رعایت کنه به صورت اختصاصی، و بعد بریم سراغ این که من مراجع باید چه معیارها و چه المانهایی رو در نظر بگیرم تا بتونم تشخیص بدم که این جلسه مشاوره و این رابطه بین من و مشاورم یک رابطه سالم است و داره به من کمک میکنه یا نه. خب بحث خیلی خیلی مهمیه. خب یه مسئله مهم در مورد مشاورین، ما خودمون یک اصلا یک درسی داریم، یک کورسی داریم برای مسائل مربوط به، در واقع بهش میگن cultural competency، یعنی از لحاظ فرهنگی یک مشاور توانایی داره که ارتباط بگیره با اقشار مختلف جامعه،
یعنی همه افرادی که تو جامعه هستن مسلما از بابل من نیستن، از حباب اجتماعی من نیستن. بسیاری از افرادی که مشاورن خب ممکن دیگر جنسگرا باشن یا سیسجندر باشن، یا خیلی مهمه اولا که از این حباب اجتماعیشون بیان بیرون و قبل از اینکه بخوان با یک قشری ارتباط بگیرن توی جلسه مشاوره بیرون برن ریسرچ کنن، پژوهش کنن، باشون صحبت بکنن، داستانهاشون، روایتهاشون رو بخونن، بیان توی صفحه تو، بیان روایتات رو بخونن، ببینن تجربه ترنس کسب بودن یعنی کنن. چی؟ آره یعنی چه حسی داره یک فرد ترنس؟ چقدر تنهاست؟ شما نمیتونین بشی و مثلا بگین خب چرا مثلا آشکارسازی نمی کنی؟ خب چرا؟ برین بگردین ببینین این فرد از چقدر تحت فشار، از چه در واقع جهتهایی تحت فشار، خانواده هست، قانون هست، از اون بر حمایت نیست، چرا باید اصلا به مشاوره اعتماد کنه وقتی 10 تا از دوستاش رفتن پیش مشاوره، پیش مشاور و گفتن اینا به ما آسیب زدن؟ بنابراین خود مشاور اصلا باید تازه شروع بکنه این اعتماد رو درست کردن، چون واقعیت اینه که جامعه LGBT اعتمادش به در واقع سلامت روان نهاد از بین رفته، خدشه دار شده. بنابراین خیلی مهمه که تا میتونن بخونن راجبش، نمیدونم تاریخش، ببینید یک مشاور فقط اینطوری نیست علمی بخونه، باید بشینه یه چیزای نیاز ادبی بخونه، بشینه کتاب بخونه. آدما اینا که باشون داره مشاوره میده اینا کیان، از کجا میان؟ این توصیه منه. این چون اینقدر اصول زیاده، اینقدر بله به هر حال نکته زیاده، مسئله آشکارسازی خیلی مهمه که اطلاعات این بچه ها پیش خودشون بمونه. فردا ممکنه بخشنامه بیاد بگن که دولت بگه به ما بدین چقدر شما فرد همجنسگرا دارید. شما ایجنت دولت که نیستین. من نمیدونم حالا چه قرار بشه، ولی اینجوری که داره پیش میره معلوم نیست که ما داریم به چه سمتی پیش میره. یا بخشنامه بشه که نه الان من مثلا میدونم بخشنامه شده که جلوی طلاق رو باید بگیرین، یعنی باید آدم رو هر چقدر خشونت به توی رابطه هست شما اینا رو با هم چسبیده نگه دارین. خب اینا همه دخالت توی به حال این حرفه است. مسئله نگه داشتن احترام یک مراجع هست، حرفای رکیک زدن، اینکه شما بهشون بگین که مثلا پر نگاه کن، بیا مثلا یه فلان ساعت توی آفیس من یه پرم برات نگاه میذارم که مثلا بشینی ببینی که مال مثلا جنسای مخالفه. یا مثلا یه مواقعی در مورد افراد ترنس اشاره به مسائل جنسی بدون اینکه اون رابطه اعتماد تشکیل شده باشه، بدون اینکه اصلا شما، یعنی اون ارتباطه که طرف مقابل مراجع میدونه که هر لحظه میتونه به مشاور بگه من راحت نیستم راجع به این حرف بزنیم، و مشاور میدونه که مشاور اینو میپذیره، چون بسیار از مواقع مشاور اینو ایجاد نمیکنه، یعنی نمیگه تو میتونی به من فیدبک بدی، تو میتونی به من بگی من اینجاشون راحت نبودم، اینجا اصلا ما چرا این سمتی رفتیم، در حالی و که باید اینقدر بچه ها در ایران سرکوب شدن فکر میکنن دیگه خب مشاور مشاوره، من حق ندارم به اون چیزی بگم یا من حق ندارم برای اون خط قرمز تعیین بکنم. دقیقا. و این یک مسئله است، چون ما میگیم توی مشاوره رضایت آگاهانه مهمه دیگه، که یک فردی با رضایت آگاهانه میاد و شما خودشو در معرض یک متخصص قرار میده. این رضایت آگاهانه چی هست؟ آیا واقعا، آیا خانوادهش مجبورش کردن بیاد؟ آیا هم این که داره ادامه میده به مشاوره ها از روی رودرواسیه؟ آیا داره میبینه چیز پیشرفتی داره حاصل میشه؟
و اینکه دائما این رضایت رو شما دائما دارین ازش میگین، چون دائما دارین توضیح میدین و هی فیدبک میگیرین از و خیلی رابطه پایاپاییه. شما من توصیه‌ام به کسانی که میرن مشاور اینه که ببینین اگه یه مشاور خیلی خوش رو در جایگاه خیلی بالای قرار میگیره، شما اصلا جرئت نمیکنین سوال کنین ازش، یا جرئت نمیکنین که بهش فیدبک بدین بگی من اینجا راحت نبودم، اینجا اولا که خیلی به من نزدیک شدی، یا اصلا چرا چه نیازی داشت شما من تاچ کنی. کسی که شروع میکنه به شما دست زدن و نمیدونم قلبتو چی میگن تپش قلبتو بگیرم نمیدونم، یا یهو از شما یه دفعه میره توی تو، یا مثلا قیافه و هیکل شما رو، بعدم ممکنه اینجوری چون میدونه که اینجور آدما به حال افراد سوء استفاده چی هن دیگه، که وارد یک حرفه ای میشن، اینا میدونن که این رابطه قدرت نمیذاره طرف مقابل پرسش بکنه، یعنی طرف میمونه میگه این الان تکنیک بود، الان مثلا لازم بود، نکنه من چیزی بگم سرم داد بزن، نکنه چیزی بگم این رابطه این که جای بابای من بود، اون رابطه به هم نخوره. یعنی خیلی به هر حال متاسفانه خب اطلاعات کمه، و من یه سرچی هم کردم در مورد نمیدونم انجمن سازمان نظام، یکی از این مثلا سازمان ها و انجمن های بزرگی که تو ایران هست، و شما رجیستر میکنی به عنوان یک مشاور یک روانشناس اونجا رجیستر میکنی و آدما میفهمن او این مثلا در واقع یک کردیبیلیتی، یک چی بهش میگن، یه وجهه ای داره، یه جایی ثبت شده که این فرد مثلا فوق لیسانس مورد داره و تایید مثلا. آره مورد تایید انجمنی. خب من نگاه کردم که اگه بخواد یه نفری فرض کنیم توی مشاوره حقوقش نقض شده، بخواد اینجا کامپلین کن، بخواد در واقع شکایت بکنه، چون این انجمن ها کارشون یکی از کارشون رسیدگی به شکایات هم هستی، اینجا هیچ لینکی نیست راجع به این که چجوری شکایت کنه، با کجا تماس بگیره، چجور مدارکی نیاز هست، فقط یه اطلاعات تماس معاونت انتظامی. خب اون اصلا متفاوته، معاونت انتظامی هیچی نیست، یعنی فرد گیج میمونه، و واسه همینه که من نگاه میکنم هیچ کدوم از مراجعین من که آسیب های شدیدی هم از در واقع نهاد سلامت روان دیدن هیچ کدوم شکایت نکردن. چون فکر نمی نمی کنم راه به جایی ببرن، یا اگر اصلا راه به جایی میبرن حتی اگر بدونن باید چه جوری شکایت کنن، مخصوصا بچه های LGBTQ میتونن برن تو نهادی در ایران شکایت کنن و بگن که مثلا من به خاطر LGBTQ بودنم مورد این تبعیض واقع شدم، مورد این سوء استفاده واقع شدم. فکر نمی کنم بتونن این کارو بکنن. نه نه حتی اگر شما چه میدونم سکشوال اسالت یا در واقع فردی در واقع به شدت خشونت جنسی هم کرده باشه که من داشتم، شما راهی به جایی نمیبرید، کسی نیست که واقعا در واقع رسیدگی بکنه به این مسئله، چه برسه که حالا شما بگین او این فرد میخواست که من رو درمان کنه، چون چنین چیزی اصلا تعریف شده نیست توی در واقع سیستم جرائمی که باید بهشون رسیدگی بشه، و بیشتر دو طرف رو دامنه تبعیضی که درش قرار میگیره رو به نظرم خیلی هم افزایش میده حتی در این شرایط. و خب خیلی جای تأسف داره، چون در جامعه زندگی میکنی که ناآگاه، ناآگاهی جامعه به تو هم رخنه میکنه، خودت رو نمیشناسی، سردرگمی، مشکل داری، خانواده بهت فشار میاره، مدرسه بهت فشار میاره، دانشگاه میری بهت فشار میاد، تو خیابون بهت فشار میاد، و تو باید این فشار رو با یکی در میون بذاری که بتونه راهنماییت کنه. و وقتی مشاوری رو انتخاب میکنی که بهش مراجعه کنی و در مورد این فشارها
باهاش صحبت کنی که شاید بتونه بهت کمک کنه. من نمیگم همه، اما در اکثر مواقع حتی اگر مشاور قصد کمک کردن هم داشته باشه، چون اون هم در همین جامعه ناآگاه بوده، چون برای اون هم گایدلاینی، اصولی، خط قرمزهایی در اینکه با این قشر، با این قشر، با این قشر چجوری و چقدر متفاوت باید رفتار کنی نداشته، خواسته یا ناخواسته ممکنه به فرد آسیب وارد کنه. من معمولا تجربیات خوبی ندیدم از بچه های رنگین کمانی که به مشاورانی در ایران مخصوصا حالا در نه در تهران یک هستن یک تعدادی، اما مخصوصا در شهرستان ها ندیدم که خیلی راضی باشن و تجربه خوبی داشته باشن در مراجعه به مشاوری یا روانشناس. و خودت هم حتما در ارتباط هستی با بچه های زیادی، آیا چیزهایی که از بچه ها شنیدی یا تجربیاتی که با تو به اشتراک گذاشتن نمونه هایی هست که واقعا در ذهن تو مونده باشه و اینکه خیلی تعجب آور باشه که چطور در این شرایط قرار گرفتن؟ آزار جنسی رو میتونم بگم بوده، تغییر گرایش که یه چیز کاملا معموله، یعنی الان اصلا خیلی به صورت عمومی تبلیغ میشه و حمایت هم میشه از سوی دولت این مشاوره و روانشناسان. بگم که داروهایی که داده میشه فرد، فرض کنین به خاطر گرایشش، خب مسلمه که توی جامعه ایه که از هر طرف فشار، خب این اگه آدم افسرده نشه یه خورده عجیبه، یا آدم حالش بد نباشه عجیبه دیگه. چون درسته، بعد فرض کنین تو همون جلسه اول برای فرد داروهای ضد افسردگی و ضد استراب و اینا می نویسن، که این برام خیلی عجیبه و هیچ وقت هم نمیگن اوکی در کنار این دارو، شما اگه روانپزشکم باشین باید بگین در کنار این دارو مشاورم ببین، چون دارو فقط اون روی قضیه رو چیز میکنه، دو درسته. 6 ماه دیگه اگه فرد قطع بکنه دوباره برمیگرده، چون وضعیت همونه. این چیزیه که منو خیلی اذیت میکنه، چون که این داروها به خصوص تو سنین پایین توی نوجوانی مغز داره شکل میگیره، یک دوره اصلا رشدی خاصیه توی مغز. چه شما حالا مواد مصرف بکنیم، الکل، چه دارو مصرف بکنیم، داروی روانگردان و داروهایی که بهتون تجویز داد، اینا همیتون رو مغز شما تاثیر بذاره و مغز شما رو به شکلی شکل بده، به نوعی شکل بده که بعدا بیشتر در واقع اون خلأ رو احساس کنه، نیاز بیشتری به اون سابستنس، به اون چیز داشته باشه. و این به راحتی به بچه ها داده میشه توی سنای، خب نوجوانی سن خیلی سختیه دیگه، به خصوص برای بچه های LGBT که دارن گرایششون رو میشناسن، اولین باره که کراش میزنن به این نفر، اولین باره که شاید حالا بچه این دوستان ترانس خیلی زودتر، ولی خب شاید و اولین باره که دیگه میخوان سرکوب رو بذارن کنار، بیشتر راجع به خودشون در واقع خودشون رو آزادتر بکنن و اینها، تجربه کسب بکنن، تجربه کسب بکنن توی مدرسه با قلدری، توی خونه با بکن نکن، بیرون با هزار جا هزار جور خشونت، حالا کنارش تمسخر، تحقیر. خور، تحقیر، خیلی ها آزارهای جنسی به حریمشون تجاوز میشه و همه اینها بدون هیچ گونه حمایتی. و ما میدونیم که کلن سن نوجوانی سن بسیار اضطراب‌آور، یه فرد تازه داره مثلا 15 سال تو این دنیا زندگی کرده، هیچی از چیز نمیدونه و باید یاد بگیره من کیم تو این دنیا، میخوام چی کار بکنم، آینده من چی میشه و هزار تا اصلا افکار فلسفی و هزار داستان. و بعد این میره پیش دکتر، به جای اینکه دکتر بشینه یه کلام باش حرف بزنه مشابه، میگه بیا این قرص رو بخور خوب بشی و
رفع بشه، مادر پدر دیگه چیز نکنه، چی میگن؟ گیر ندن. منوش خیلی موقع ها من دیدم که مثلا وقتی که یک فرد حالا از خانواده LGBTQ وقتی که افسرده است، ناراحت، استراب داره، انگزایتی داره، یا اصلا انقدر فشار روش زیاد بوده که دچار یک سری اختلال شده، وقتی به دکتر مراجعه میکنه، همینطور که تو گفتی بهش دارو میده، به خاطر اینکه میگه که تو به خاطر افسردگیته که مثلا فکر میکنی هم جنس گرایی، مثلا شاید تجربه خوبی در رابطه نداشتی، افسرده شدی و برای اینکه این افسردگی تو برطرف کنی یا اون انگزایتی تو کاور کنی، حالا مثلا گرایش جنسیت رو اینجوری احساس میکنی یا داری هویت یابی دیگه ای میکنی و اینجور چیزا. اما هیچکس به این فکر نمیکنه که فشارها، تبعیضها، تعرضهایی که به واسطه اون گرایش جنسی یا هویت جنسیتی به این فرد در اون جامعه وارد شده، باعث شده که این فرد دچار استراب، افسردگی، انگزایتی یا حتی اختلال دست به خودکشی زده. انگاره از عکس برعکس به قضیه نگاه میکنن و میگن که اوکی، مثلا من بارها بچه ها با من صحبت کردم، میگن که مثلا من رفتم میگم ترنسم به خاطر ترنس بودنم، این مشکلات رو دارم، فشار خانواده فلان اینا، مثلا طرف بهش گفته که نه تو مثلا بایپولار هستی و باید این داروهای بایپولار رو استفاده کنی، که خب اصلا آره که اصلا زندگی طرف دچار اختلال شده، اون یه مشکل داشت، یعنی کلی فشار رو به خاطر ترنس بودگی تحمل میکرد، حالا انگ بیماری هم بهش زده، بعد این داروها رو روانش هم تاثیر میذاره، زندگی روزمرهش رو از یک جهت دیگه هم دچار اختلال میکنه و خب اصلا همه چی خرابتر میشه، یعنی اون با یه مشکل، حالا با اون فشارها به واسطه ترنس بودنش دیل میکرد، حالا الان باید مثلا بیاد اون عوارض اون داروها و اون حال بدش و اصلا دو خودش، اصلا اگه شاید بایپولار هم نبوده خودش دچار اون افکار و چیزهای مثلا توهم به شاید پس من اشتباه کردم، شاید من درست خودم رو نشناختم، دچار دوگانگی بشه واقعا در مورد هویت جنسی و جنسیتیش، در صورتی که مشاور مخصوصا توی این حوزه بچه های رنگین کمانی اگر آگاه باشه و مسئول باشه و بتونه به فرد کمک کنه، تأثیر بسیار مثبتی میتونه حتما در روند خودشناسی و اول آشتی فرد با خودش و بعد از اینکه با خودش آشتی کرد بتونه حالا آشکارسازی سالم و امنی داشته باشه یا با محیط اطرافش بتونه ارتباط برقرار کنه. تو فکر میکنی یک مشاور یا روانشناس تو این روند خودشناسی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و از چه روش هایی میتونه استفاده کنه برای فردی که هنوز به شناخت درست از خودش نرسیده کمک کنه تا خودش رو بشناسه و بپذیره؟ بله، خیلی خیلی میتونه کمک بکنه، به خصوص تو جامعه ای که افراد واقعا نمیتونن یک فضا و یک فرد امنی رو پیدا کنن که باهاش حرف بزنن، چه خانواده گرفته چه دوست گرفته، شما با هر کی حرف بزنید ممکنه یک پیامدهای داشته باشه که شما باش نمیدونین، ممکنه دوستی رو از دست بدین که خیلی عزیز بود براتون، یا خونتون از دست بدین، امنیتتون از دست بدین. چیزی که خیلی خیلی مهمه و بعضی از مشاورا، من حالا طبق اون چیزی که شنیدم، فراموش میکنن گوش کردنه. برای بعضی ها سخته، بیشتر دوست دارن حرف بزنن، مشاورا سخنرانی کنن، میخوان مثلا خب اطلاعاتشون زیاده، علمشون زیاده، میخوان اینا هی منتقل کنن، در حالی که نه، اونقدی اول باید گوش بدین ببینید که این آدم از کجا میاد، چون هر فردی هم خاصیت و ویژگی های شخصی خودشو داره، مثلا دینامیک خانوادهش متفاوت بوده، شرایط متفاوتی داره، اگر گوش نکنیم بعد نمیتونیم خوبم هدایت کنیم به یه سمتی ببریم که واقعا به درد این مراجعه خاص میخوره.
گوش کردن و این اعتماد به نفسم به اون فرق میده، چون بسیاری از بچه ها اصلا نمیدونن حق دارن حرف بزنن از خودشون، از نیازهاشون، از اصلا کسی گوش نمیکنه بهشون، کسی وقت نداره یا اصلا حوصله نداره، میگن چی میگی، هزار تا ما مشکل همیشه بزرگ زدن تو کردیم. سرشون، همیشه هر موقع اومدن حرف بزنن تحقیرشون کردن، و فرد وقتی دیده با حرف زدن شرایط خودش رو بدتر میکنه سکوت کرده. دقیقا، و برای پروتکت کردن خودش هم انجام داده. شما تو اون فضای یه فضای جدیدی توی مشاوره ایجاد میکنین که فرد اتفاقا تشویق میشه حرف بزنه، تشویق میشه فیدبک بده، تشویق میشه که ایجنت در واقع چی بهش میگن ایجنسی داشته باشه، در واقع امور رو به دست خودش بگیره. چی برای اون مناسب؟ من خیلی وقتا اینو میپرسم، فکر میکنی تو این شرایط، اولی نمیپرسم چی میتونه کمکت کنه قبل از که خودم بخوام حالا چیز کنم، یه برین استورم میکنیم، یک طوفان توی مغزش ایجاد فکری میکنیم، ایجاد کنیم. آره فکر آره کنه. آره و معمولا بهترین جواب ها رو هم خود فرد داره، ولی خب چون حرف نزده، بیرون نیامده، اون گفتگوه شکل نگرفته، خب چیز نمیشه دیگه، یعنی پرورش داده نمیشه. بنابراین تقویت کنید، اعتماد به نفس فرد رو تقویت کنید و ازش بخواین که شما طی اجتماعی شدن بچه های LGBT ارتباط خودشون با حساشون از دست میدن، یعنی دائما بهشون گفته که گفته میشه که حس تو درست نیست، اعتماد نکن، اینی که ما میگیم برای تو درسته، ما در واقع خوبی تو رو میخوایم، ما بهتر از تو نیاز تو رو میفهمیم، و این هی این اون ارتباط فرد با حسش رو خراب میکنه، مخدوش میکنه. حالا ما سعی میکنیم که اینو دوباره ایجاد بکنیم. یک فرد ترانسه، ولی هنوز با اینکه همه چیز نشون میده که بله تو فرد ترانس هستی، ولی همچنان احساس تردید داره، میگه نکنه نباشم و اشکالی نداره، اجازه بدین گفته بشه همه چیز بیاد بالا گفته بشه، احساس تردید، ناراحتی، احساس ترس، احساس خشم، همه چی بیاد بیرون. و حالا بعد از اینکه میاد بیرون، آدم میتونه بیشتر روشون بشه به کار راه حل کنه. حرف بزنیم، روشون کار کنیم، چون دائما توی جامعه میگه هیس، حرف نزن، سانسور. دقیقا، اصلا یکی از نیازهایی که یکی از دلایلی که ما نیاز داریم به روانشناس یا مشاور اینه که حرفها، مسائل، موضوعاتی که نمیتونیم در روزمره، در جامعه، در خانواده، با دوستمون در میان بذاریم و راجع بهشون حرف بزنیم رو با مشاور یا روانشناس مطرح کنیم، یا اینکه نیاز داریم که مشاور داستان ما رو بشنوه و از میان این داستان چیزهایی رو بیرون بکشه که ما بهش آگاه نیستیم و ما رو بهش آگاه کنه. مثلا خیلی از موقع بیشتر بچه های LGBTQ احساس گناه درشون خیلی 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 شدیده، چون همیشه طرف خانواده، جامعه، مذهب، قانون این برشون ایجاد شده و هیچ وقت هم نمیدونن دلیل این حسی که درشون ایجاد شده چیه، ولی با این احساس زندگی میکنن. مشاور خیلی میتونه به نظر من بهشون کمک کنه که ریشه های این احساس گناهی که در این افراد به وجود اومده رو بیرون بکشه و بعد تجزیه تحلیل کنه تا طرف رو آگاه، از ناخودآگاه بیاره روی خودآگاهش، تا طرف متوجه این موضوع بشه که آه من به این دلیلی که احساس گناه میکنم و الان که این آدم داره بر من به تصویر میکشه، این مشاور داره در موردش بر من حرف میزنه، میبینم که چقدر دلیل غیر منطقی داشت که در من ایجاد کردن. شاید اون موقع نفهمیدم و این نشسته در پس ذهن من، اما الان میتونه بکشتش بیرون، دوباره تجزیه تحلیلش کنه، بایگانیش کنه و بذاره کنار. و این کار میتونه قدم به قدم، خب معمولا روان درمانی ها خیلی پروسه طولانی هست و ما
به دلیل ایرانی بودن و در اون فرهنگ بزرگ شدن، به دلیل رنگین کمانی بودن، به دلیل شیوه تربیتی که اکثر خانواده های ایرانی در مورد فرزندانشون به اشتباه به کار بردن یا اتحاف کردن در حق اون فرزند، همه ما یک سری تراما داریم و من فکر میکنم برای ما بسیار بسیار بیشتر هم میتونه باشه. من خودم همیشه برام جای سوال بود، میگفتم مثلا من اون زندگی در ایران رو پشت سر گذاشتم، چندین سال در ترکیه در شرایط سخت زندگی کردم و حالا که مثلا رستم به کانادا، جایی که دوست داشتم، امن آروم، چرا الان حالم بده؟ و این موضوع رو در نظر نمی گرفتم که من همه اون روزها مقاومت کردم و همه انرژیمو صرف کردم و حالا به جایی رسیدم که خودم رو رها کردم و هر اون چه که بر من گذشته بود الان میزنه بیرون و نیاز داره که بهش پرداخته بشه، نیاز داره بهش فکر بشه، نیاز داره در موردش صحبت بشه و نیاز داره که چه میدونم غبارروبی بشه و پروندهش یا بسته بشه و گذاشته بشه کنار، چون هیچ وقت این کار انجام نشده تو طی این سالها. همش یا خوردیم و حرف نزدیم، یا اینکه برای خودمون توجیه کردیم، یا من نوعی همیشه احساس کردم خب حقمه، این شاید تقصیر من، اگر من اینجوری نبودم این اتفاقا بر من. اکثر بچه ها مطمئنم که اینطوری فکر میکنن در ایران، اگر مسخرشون میکنن میگه که خب من با بقیه فرق دارم، پس اینا مسخرم میکنن، بهم توهین میکنن، من باید خودم رو عوض کنم. خیلی موقع بچه های LGBTQ، حالا ما میگیم این درمان های اصلاحی یا تبلیغ در مورد تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی در ایران خیلی زیاد شده، اما خیلی موقع انقدر فشار زیادی که خود فرد مراجعه میکنه که من رو درمان کن، چون فکر میکنه که باید درمان بشه. و چقدر خوبه اگر اون مشاور اونقدر آگاه باشه که به این فرد یاد بده تو غیر طبیعی نیستی، تو بیمار نیستی، تو نیاز به درمان نداری، و بهش کمک کنه که با خودش کنار بیاد و خودش رو بپذیره. و خیلی از مواقع مشاور و روانشناس میتونه تاثیر مثبتی رو اطرافیان شخص، خانواده هم داشته باشه و به عنوان یک شخصی از بیرون کمک هم بکنه. باز هم میگم، نمیگم این اتفاق در ایران نمیفته، اما شاید انقدر کم میفته در مقایسه با مشکلات و افرادی که نیاز به کمک دارن، انقدر میزانش کمه که خب ما دیگه داریم با اون بحرانه دست و پنجه نرم میکنیم هممون، و نه اینکه خود مسئله جامعه رنگین کمانی بحران باشه، ولی این فشارها، تبعیضها، تعرضهایی که به این قشر داره میشه دیگه سالهاست که بحرانی شده. مهرو جان، ما خیلی یک 10 دقیقه وقت داریم به پایان برنامه، نکته حرفی چیزی اگر جا مونده از تو میشنویم و اگر که نه با تو خدافیزیم. حرف که زیاده، از کجا حرفی که راجع به همین موضوع باشه یا چیزی که در ذهنت مونده که بخوای حتما به همون یادآوری کنی و بهش اشاره کنی. یه نکته ای الان به ذهن اومد که خیلی لازمه تو جامعه ما، اون مسئله مسئولیت شخصیه. یعنی هر کسی تو هر جایگاهی که هست، به هر حال ما شهروندان، درست شهروند شناخته نمیشیم ولی بیشتر بندگان خدا شناخته میشیم، ما شهروندان یک فضایی هستیم که میخوایم این فضا رو مدنیش کنیم، میخوایم این فضا عاری از خشونت باشه، توش صلح باشه، آدم ها کنار هم زندگی بکنن و نسبتاً حالشون خوب باشه. برای اینکه بتونیم یه همچین جامعه ای رو هم بسازیم هم که نگهش داریم، باید دائما تلاش بکنیم، باید تو جایگاه خودمون مسئولیت این رو قبول بکنیم. به عنوان یک مشاور من نمیتونم کم بگم از کاری که انجام میدم، نمیتونم دروغ بگم،
نمیتونم پژوهش نکنم، نمیتونم کسی رو که بلد نیستم باش چجوری برخورد میکنم رو، در واقع چجوری باش برخورد کنم رو به عنوان مراجعه بگیرم و بعد بهش آسیب بزنم. مسئولیت پذیری یعنی اینکه واقعا یکی از در واقع زیر مجموعه های اصول اتیکال یا اخلاقی این حرفه اینه که شما باید به آخرین پژوهش ها دسترسی پیدا بکنید و اینا رو بخونید. کسی دیگه بعد از در واقع یونیورسیتی دانشگاه نمیاد برای شما درس بذاره یا شما رو بگه شما باید حتما اینو مثلا بگذرونید. بعضی از انجمن ها احتیاج دارن که یه سری کورس ها رو هر سال مثلا بگذرونید، ولی این دیگه خود شما این که باید این مسئولیت رو به عهده بگیریم. و به نظر من خیلی به مراجع فارسی زبان با حساسیت نگاه کنین. الان خیلی داره بودجه گذاشته میشه و داره یه سری چیزایی تبلیغ میشه علیه جامعه LGBT. کتاب منتشر میشه از یک فردی که توی در واقع آمریکا امکان دیگه مشاوره نداشته چون غیر قانونی شده، که اصلاح میکرده مثلا کانورژن تراپی، افراد همجنسگرا رو تغییر میداده. اینا رو برین با نقد ببینین، نگاه نقادانه ببینین اصلا نویسندش کیه، جریانش چیه، اصلا اون متدی که استفاده کرده چقدر علمی بوده. چند تا انجمن علمی کتابهای این فرد رو چیز کردن، تاییدش کردن. هر کی که لزومن امروز دیگه شما میتونین هر چیزی رو، هر فکتی رو میتونین درستش بکنین. من الان یه چیزی همجوری بنویسم منتشرش کنم، 100 نفرم لایک کنن، 5 نفرم هی بازنش بشه، یه چیزی یک در واقع سیدی رو توی ذهن آدم ها انداختم که این چیزی که نوشتم درست. بنابراین توی این دنیایی که هر اطلاعاتی رو میشه درست کرد، میشه در واقع برحال اطلاعات نادرست داد، این خوانندگان هستن، این مشاورین هستن، اینایی که استفاده میکنن از این اطلاعات هستن که باید مراقب باشن و فکر خودشون مسئول بدونن، باید خودشون نسبت به این وظیفه‌ای که برگردنشون است و حتما هم انتخاب خودشون بوده که مشاور باشن یا روانشناس باشن، حداقل خودشون رو مسئول بدونن. مهرنوش عزیز مرسی، ممنون که وقت گذاشتی با من بودی، در مورد این نکات و مسائل خیلی مهم صحبت کردی. میدونم که حتما حتما به درد بچه ها بسیار میخوره که حداقل این همه فشار و آسیب و خشونت که وجود داره خودشون رو در معرض آسیب و خشونت بیشتر قرار دادن، و امیدوارم اون قشری که در حوزه سلامت روان در ایران کار میکنن هم کمی آگاه تر و مسئول تر بپردازن به این مسائل و برن دنبالش و سعی کنن که آگاهی و اطلاعات خودشون رو بالا ببرن و با نگاه تازه‌ای نگاه کنن به بحث مشاوره سلامت روان، مخصوصا تو حوزه LGBT. مهرنوش، امروز از تو خدافظی میکنم و اینکه میدونم که حتما دوباره با ما خواهی بود تو بحثای مهمی که در آینده داریم. ممنون ازت، ماچ به روی ماه. ممنون شایا جان، خداحافظ همگی. قربونت، مرسی عزیزم. مرسی از شما که با من و مهنوش احمدی بودید و این بحث مهم رو با ما همراهی کردید. میدونید که این برنامه هر هفته دوشنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران اجرا میشه. نظر، انتقاد، پیشنهاد و نکته اگر هست، موضوعی اگر هست که دوست دارید راجع به صحبت کنید، میتونید با من در میون بذاری. ایمیل من هست shaya@iranwire.com و صفحه شخصی من در اینستاگرام شایا گلدوست. خوشحال میشم که با هم در ارتباط باشیم و من معمولا پیامامو چک میکنم و
اگر گاهی دیدی که پیامی خونده نشد، حتما ندیدم یا فرصت نکردم. تا دوشنبه دیگه، یه برنامه دیگه، موضوع دیگه و مهمان دیگه، وقت همگیتون بخیر، شب و روزتون خوش.